نه، برای مجوز عملت. پروسش اینجوری عزیزم، باید بری اول عریضه بنویسی، بعد بری دادگاه، بعد از دادگاه برات اسم میاد، میری پزشک قانونی، بعد پزشک قانونی مشاوره میری، بعد مشاوره میری گروه درمانی، بعدش هم اگه گروه درمانی تاییدت کنه که نامت دادگاه میری نامت رو میگیری، اگرم قبولت نکنه باید بری فرد درمانی حدود 5-6 ماه، اون موقع باز ببینن قبولت میکنه یعنی همینجوری تعویق. الان خیلی اذیت میکنن عزیزم، الان خیلی. من یکی از دوستام الان سینه‌شو پروتز کرده، چند وقت پیش دنبال کار عملش بود، هر چی رفته بود دادگاه و اینا قاضی بهش گفته بود که تو باید سینه‌تو خالی کنی، یعنی اصلا قبول نمیکنن. الان خیلی سختگیرتر شدن، خیلی شدن. پس آیا پس به نظر پس همیشه مثبت نیست، شاید منفی هم باشه، قبول نکنن، اجازه عمل ندن. حتی اصلا اینو شک نکن. حتی من یادم اون موقع که ما شاید گروه درمانمون شاید مثلا 20 نفر بودن، 2 نفر قبول شدن. تازه دو اون نفر قبول. ولی یه چیزی میخوام بگم، ببخشید من سیاسی نیستم، ولی میخوام اینو بدم که خب در کشورهای اسلامی دوست دارن که مثلا اگر یا تو مرد باشی یا زن باشی. چجوری میشه؟ خب مثلا اگر در این کشورها که باید سریعتر مجوز بدن که مثلا شما این مثلا چنج کنن خانوم بشن که برای خودشون بهتره، چجوری نمیدن؟ میگی 2 سال طول میکشه. من شنیدم مثل این که انقدر که همه رفتن، مثلا یارو میبینی وقت زن داره 40 سالشه، یه دفعه آفرین. مثلا میبینی میره ترنس میشه سینه میذاره. این اصلا به خاطر همین کاراست، میدونی چی میگم؟ انقدر که ترنس داره ببخشید سناشون زیاده، یا اصلا یارو باز حتی من موقعی یادم موقعی که رفتم پیش دکتر نامه عملمو نشون دادم، دکتر گفت چه عجب یه ترنس خوب دیدی، من همین صبح عمل داشتم، من با ژیلت خودم بچه ها رو کیف کردم. او یعنی منظور اینه که الان جامعه طوری شده که خب چرا باید جامعه به مسیری بره که مردها برن بگن ما ترنسیم که عمل کنن؟ برای چی؟ برای اینکه مثلا بعد عمل بیزنس کنن، یعنی بدن زندگی بهتری داشته باشن، یا نه واقعا هستن؟ من میتونم جواب سوالتو بدم؟ حالا دوتایتون بگید لطفا. تو بگو پرستش بعد من میگم. یه چیز بگم، همونجوری که ببخشید خیلی از مردا میان پول میدن واسه سکس که بکنیشون، حتی میگم دیگه میان ببخشید بهش ایمیل پول میدن که بکنش، همونجوری که اینم هم مثل همینه دیگه دقیقا. خب یعنی منظور میگم خب یه زمینه ای دارن، یه ریشه ای دارن که اینا میرن چنج کنن، یا نه واقعا کونین یا ترنس نیستن، میرن فقط اینجوری فقط میخوان عمل کنن که بعدش زندگی بهتری داشته باشن؟ چه جوریه؟ راحت صحبت کن. عشق هم ببین، یارو میبینی 40 سالشه، ببخشید زنشو کرده، همه چیزشو کرده، بچهشو آورده، عشق و حالشو کرده، میگه نصف زندگی من دختر باشم، بذار بچشم. غیر از اینه آه. خب شما میتونید من واقعی توی منم دوستم میکاه، حالا کسی که ببخشید به قول خودت از بچگی واسطاده جلوی خانوادش، نه که رسید که میره سینه میذاره چه میدونم اشوه میاد با صد مریش آرایش میکنه. عزیزم اینها همینا وچه ماها رو خراب کردن عزیز دلم. دقیقا درسته. چیز میکنون دوشی میخواستی بگی؟ تو پرسیدی که چرا مثلا به این سمت کشیده میشن. ببین فعلا تو قانونی که ما داریم و تو مملکت، خیلی وقتا تو میخوای چندر باشی، میخوای گی باشی، ولی اینو نمیپذیرن، یعنی نمیتونن حذف کنن. که منم منظورم اینه، میگم در کشورهای اسلامی میگن تو باید در شما باید در چارچوب باشی، یا مرد باشی یا زن باشی. نه میتونی مرد کامل باشی یا زن کامل باشی. خب میگم در کشوری ما نمیپذیرن، بله جنس سوم نمیپذیرن، و در کشور ایران که اسلامی، جمهوری اسلامی هستش، سوال من اینه پس چه جوری مثلا پرستش میگن که بعضیا اصلا قبول نمیکنن بعد 2-3 سال؟ خب پس اگه اینجوریه چرا مثلا اینا که خیلی بهترن که برن چنج کنن و زن بشن، حداقل از اینکه مرد باشن؟ میدونید چرا؟ به خاطر محدودیتایی که تو جامعه هست،
ببین مثلا خیلی راحت میخوام بگم من خیلی کشور رفتم، عشق واقعی رو میتونی تو خیابون وقتی که یه دختر و پسر دارن از هم لب میگیرن و ببینی، و حتی اینکه با هم بودن و تا ابد بودنشون رو میتونی لمس کنی. خب ولی تو ایران انقدری که محدودیت هست، یه پارتی میخوای بری با ترس و لرزه، یه دختر و پسر هیچ وقت نمیتونن به معنی واقعی کنار هم باشن. خب این یه موزله. و خیلی وقتا یه سری مردا هستن، مثل پرستش اشاره بهش کرد، دوست داره مثلا به یه شیمیل بده، یا مرعکس مثلا دوست داره خلع عاطفیشو پر کنه با این چیزا. خب ولی ته تهش اینو میخوام بهت بگم که چجوری بگم، این باعث میشه که مثلا اون کس خلع اون آزادیه، خلع آزادیه حتی یه گی راغب کنه به سمت این که بره مثلا چنج کنه و بهره بیشتری ازم. خیلی الان از بچه ها هستن که مثلا علنا پسره، مثلا گیه، ولی میره تو پوشش یه جا هم گیر کنه میگه آقا من پسرم، تموم شد و رفت. گرفتی چی شد؟ پس اونجا میگه چون آره، چون تو میگی که در جامعه چون آزادی نیست، مردم مجبور میشه بره عمل کنه که راحت پول بده. اینو میخوای بگی؟ تقریبا تقریبا. خب اوکی پرستشون، برای من بگو. خب من میدونم تو عمل موفقی داشتی و زندگی موفقی داری، خب خیلی خوبه، خیلی خوشحالم. آیا میخوام بدونم که برای آیا عمل تغییر جنسیت مرد به زن آیا عوارضی داره که تا آخر عمر بمونه، که ترنسا بدونن این جریان ها؟ مرد به زن عوارض؟ ببین یه چیزایی رو بگم. ببین این که یه چیز طبیعیه، عوارضش رو من نمیدونم، چند سال عمر میکنم چند سال اینا رو که نمیدونم، اما خب نه عمر نه، مثلا خب یکی از چیزایی که خب همه ترنس ها و گی های عزیز میدونن اینه که خب طرف وقتی که کس میذاره ارضا نمیشه، درسته؟ ببین نه 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 اصلا این یک چیز مسخره است. خب ببین ارضا میشی خب، ولی خب مثل نیستش که شاید قدیم، حالا 5 ثانیه 7 ثانیه 6 ثانیه، الان 1 ثانیه تموم، یعنی یه قطره میاد تموم. خب چه جوری وقتی، خب چه جوری شما ارضا میشید؟ من خیلی وقتا میگم همیشه که نمیشم، اینم بگم همیشه که نمیشم. خب نه وقتی که، خب وقتی که شما، وقتی که یه پسر عمل تغییر جنسیت پسر به دختر میشه، فقط ببخشید اینجوری میگم، خب این عمل روده‌ایه دیگه، درسته؟ من یه بار پوستی کردم یه بار روده. اول کلا خب اولین عمل روده‌ای نمی‌کنن، اول پوستی می‌کنن بعد روده‌ای. خب اوکی عمل روده‌ای بکنن، عمل پوستی بکنن، خب این دوتاش هیچ ربطی فکر نمی‌کنم به ارضا شدن داشته باشه. فقط روده‌ای اینه که ببخشید مثل قصاب مهربان روده‌ای عمل کرده، گوهش از تو پوستش میاد بیرون، پوستی که عمل کنی که دیگه ببخشید مثل قدیم دیگه مثلا بوی اوف بوی ان نمیده کست، درسته؟ و زیباتره. این من فقط فرقش اینه. عشقم همون جوری که بهت گفتم، تو گفتی این کار راضی، گفتم خیلی ها راضی نیستن، خیلی هم راضی هن. اینم همین جوریه، خیلی هم میشن خیلی هم نمیشن، همش بستگی به خودت داره. میدونی چی میگم؟ همش بستگی به حست داره که تو چجوری حس بگیری، تو چجوری به خودت تلقین نکنی. من خیلی دوست دارم. نه نه من ببینید من علمیشو میگم، من الان اصلا من میتونم دست به کیرم نزنم ارضا بشم، نه اون حس رو ولش کن، من نظر علمی میخوام بدونم، چون این لایو همه دارن نگاه میکنن. ترنسای عزیز حرف تو خیلی الان تأثیر گذاره برای ترنسای عزیز، به خاطر این تو رو دعوت کردم. میخوام از نظر علمی، اون هر انسانی فرق میکنه، بله منم الان شاید کون بدم دست به خودم نزنم آبم بیاد، ولی یه کسی هم 100 بار 2 ساعتم جق بزنه آبش نیاد، اون احساسیه. نه از نظر علمی تغییر جنسیت پسر به زن به دختر، من تا جایی که من اطلاع دارم ارضا نمیتن. چرا عزیزم؟ بستگی گفتم به بفرمایید، بستگی به افکار خودت داره، ولی خب حس جنسی کسی که عمل میکنه خیلی خیلی میاد پایین. تموم. خب میاد پایین. بعد چجوری به خودت بستگی داره؟ شاید از 100% بشه 30%. خب نه چجوری به خودت بستگی داره؟ مثلا الان مثلا کمک کن به ترنسای عزیزی که افکارشون رو چنج کنن و آبشون بیاد. من یه مثال برات میزنم. خب یک
یک آدمی که تو سن 18 سالگی 60 دستش قطع میشه، خب دیگه خوب. به فکر نمی کنه. اون تا آخر عمر دیگه 60 نداره، این دیگه میره تو مغزش، درسته؟ خب این یه شجاعت دیگه آریان، اینی که تو بتونی با خانوادت بجنگی، با اجتماع بجنگی، با همه بجنگی، این واقعا یه شجاعته. اون دیگه فکر کنم تو اون مرحله به واقعا ارضا شدن جسمی فکر نمیکنه. و گفتم تو یه جایی هم بهت گفتم این عاطفیه. خیلی وقتا هست یه گی یا یه ترنس وقتی یه مرد رو تحت سیطره خودش میگیره یا یه مرد رو حس میکنه که اونو به دست آورده، این خودش بالاترین ارضاه، قرار نیست واقعا فیزیکال باشه. نه ببینید، ما میخوایم منطقی صحبت کنیم. ما داریم در سال 1401-2022 زندگی میکنیم. من نمیتونم بگم من خیالات با خودم افکارم رو فکر کنم من حامله شدم ولی هیچ نشانه از حاملگی ندارم، ولی با خودم فکر کنم آره من یه زن کاملم و الان یه بچه دارم تو خیالاتم. خب این منطق اینو نمیپذیره، این اصلا هیچ اعتبار منطقی نداره. من میخوام فقط اینو بدونم که این دوست عزیزمون شد، خب اوکی شما درو با افکارت ارضا میشی، ولی اینو به من بگو، آیا پسرهایی که دو چنج میکنن دختر میشن آیا آبشون میاد یا نه، یا نه باید با خودشون کنار بیان اینجوری فکر کنن که آره تو تخیلاتشون فکر کنن که آبشون اومده؟ من بهت گفتم از نظر علمی به من بگو. از لحاظ علمی من همینجوری که بهت میگم خیلی یا میشن، گفتم میشنم چجوری بهت بگم، مثل قدیم نیستش، خیلی هم نمیشن. شاید من الان 6 سال عمل کردم 10 بار ارضا شدم، تو 6 سال 10 بار. خیلی وقتا هم شاید بخوای فاکتور بگیری آره بیشتر موقع ها نمیشم، تموم نمیشی. اوکی خب پس این منظور تو میخوای بگی 50-50 است؟ آره 100 خب اوکی این 50-50 است. این 50-50 به چی بستگی دارن؟ نظر علمی فکری نگو به علمی میشه بگی منظور چی از علمی؟ علمی یعنی اینکه مثلا عمل خاصی داره، یعنی عمل روده‌ای یا پوستی تأثیری داره تو ارضا شدن؟ من اینو میخوام بدونم. نه خب ببین یه چیزی بهت بگم، اونایی که عمل پوستی رو فقط میکنن خب اونا بیشتر امکانش هست که ارضاشن، ولی اگه روده رو کنن. چرا وقتی که عمل پوستی میکنی بیشتر امکان داره ارضا بشی؟ وای همه رو باز کنم. خب چون این به این چون لایو فرهنگی آموزشی، باید ترنسای عزیز بدونن که بعد عمل چه بلایی میخواد سرشون بیاد. بفرمایید. ببین صرفا عمل روده‌ای برای اینه که عمق واژنت بیشتر شه. خب درسته. خب و عمل دوم وقتی میکنی دیگه تو زیباتر میشه. نه اصلا ربطی نداره، تو تمام دم و دستگاه تو برمیداری، یعنی همه چی رو برمیدارن. خب یعنی پس وقتی عمل روده ای میکنی نصف کیره تو میذارن، نصف کیره تو کات میکنن؟ خیلی چیزا حالا من نمیتونم بگم. نه راحت باش، بحث علمیه، میخوایم کمک کنیم. یعنی چی؟ خب اگه شما اطلاع دارید لطفا بگو. وقتی عمل روده ای میکنی یعنی نصف خایت تو پست، نصفش بیرونه، اینجوریه. وقتی که عمل پوستی میکنی خب یه چیز هایر داخل، وقتی پاتو باز میکنی داخل کست، خب به منش خب یه چیز گرد قرمز رنگه وقتی پاتو باز میکنی که اون نمیدونم، حال خودم هم نمیدونم و اینکه نه من نه دوستان نمیدونیم مثلا چیه، یه چیز گرده، حالا بیشتر حس برای اونه. خب یعنی داخل قشنگ پاچه باز میکنی یه چیز گرده، یعنی الان یه پسری که عملکرد دختر شده پاشو باز میکنه، بعد کسشو باز میکنه، بعد یک لوله است توش. لونه نیست، یه چیز شبیه توپک کوچولوی قرمز. اونم قرمز. کجای کسه اون؟ دقیقا وسطه. یعنی اینکه شاید هم بعضی موقع بسته بشه، درسته؟ یه چیز گرد کلا وقتی پاتو کامل باز میکنی وسطه. خب بعد کی را تو اون لوله میره تو؟ اون دیگه نمیدونم، اونو نمیدونم. خب بیشتر حس به خاطر اونه، یعنی مثلا ببخشید
اسمش کلوتوریسم. کلوتوریسته. یعنی اون وقتی که کیر به اون لوله میخوره ارضا میشه آدم. دیگه اونش رو نمیدونم. والا باز بازی کنی یا چیز کنی ارضا میشه. ولی وقتی روده ای میکنی اونو کلا برمیدارن. اونم کات میشه دیگه. همه کات میشه. یعنی اصلا سلام مجدد خوبی؟ ممنون. ببخشید لایو یک اینقدر بحث شیرین بود. لایو یک ساعتش دیگه تموم شد. دیگه رو آره متوجه شدم ایرادی نداره. علی چه کار قشنگی کردی؟ بگو چی؟ جان اینکه همزمان مثلا یه ترنسجندر و یه ترنس فول آوردی بالا و دو تا نظر متفاوت تونستی از اینا بگیری، دو تا ریاکشن متفاوت رو ببینی، اینجوری خوب بود به نظر. خواهش میکنم فقط اگر یک نفرم تو لایوهای ما میکا جان درک کنن ترنس های عزیز و اگر فرد در خیابونا دیدن بفهمن که چی هستش و اذیتشون نکنه مسخرهشون نکنه، این برای من کافیه. آره دیگه تو به نوبه خود یه نوع سفیری به نظر من، یه نوع درسته تو بعضی لایوات خیلی فانی، خیلی شرری، خیلی شیطونی، ولی ته تهش اینه که خود واقعیتی، این ارزش داره. و مهمتر اینه که خب یه سریایی که مثل من جرئت میکنم میان تو لایو، ممکنه خانواده‌شون ببینن، ممکنه دوستاشون ببینن، داریم اینو میپذیریم که ما هم حق زندگی داریم، ما هم حق حیات داریم، ما هم انسانیم. قرار نیست صرف این که مثلا ما اگه یک گرایش دیگه داریم مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم یا مورد قضاوت دیگران قرار بگیریم. این قشنگه کاره. سلام پرستش جون. سلام خوبی، خوش اومدید. خب اوکی بچه ها، چون وقتم نداریم نیم ساعت کلن بعد لایو بذاریم چون شارژش هم داره تموم میشه و من کم کم باید برم. خب بس بحث ادامه میدیم. خب پرستش وقتی داشتی میرفتی گفتی که اون گفتی چی اسم سوراخه چیه گفتی؟ کلوتوریوس. اسم خارجی چیه؟ کلوتوریوس. همون کلوتوریوس میگم. کلوتوری. ولی چیه؟ مثلا یه مثل خانومایی که سر کسشون مثلا چیز دارن، یه چیز کوچیکه، همونه؟ آفرین. خب مثل هر خانومی سر کسش چوچولک داره و برای پسرهایی که دختر میشن این از قبل هست یا خودشون درست میکنن دکترا؟ خود درست میکنه خودش. دکتر خود چجوری یک مثلا یک چوچولک درست میکنه برای پسره؟ هم چجوریه؟ چجوری درست میکنه؟ خب بعد اون جان فکر میکنم ببینه یه سری به حال یه مثلا دستگاه تناسلی از چند تا چیز تشکیل شده دیگه، رگای حسی رو چیز نمیکنن، شاید بیزه ها رو در بیارن، شاید آلت رو از بین ببرن، ولی اون رگای حسی که مثلا به نخا و کمر فکر میکنن وصل میشه اونو سیو میکنن، اینه که باعث تحریک شدن. شاید از نظر مثلا فیزیکال قدرت باروری نداشته باشی ولی اون ارضای انجام میشه، چون میدونی منی وقتی میخواد بیاد میاد تو بیزه و اونجا بارور میشه و انتقال پیدا میکنه، این فقط اون باروری هست میشه ولی ارضا شدن رو دارن. این چیزی که من میدونم، تقریبا آگاهی کامل ندارم ولی در حدودی میدونم. بعد این چیزی که شما میگی، من عامیانه فارسیشو بگم، این چوچولکی که میگی داخل کس پسرا این که عمل میکنه، این چیکار میکنه پرستش؟ اون باعث حس دیگه، حس جنسی. برای حس جنسی هستش. آره. آیا پرستش این چوچولک برای همه هستش یا نه برای همه نیست، برای بعضی از انسان هست، برای کمال کرده برای خانم هم هستش؟ نه برای پسرهایی که عمل میکنن خانم میشن. اونو واقعا نمیدونم دیگه دکتر، درست نمیدونم ولی تو داشتی درسته؟ آره من دارم. خب اوکی پرستش، تو به من گفتی که این افکت من پرید بچه ها ببخشید، بس افکت نرو دیگه دو دو داریم اعتماد به نفسمون رو نیار پایین. اوکی پرستش تو به من بگو که تو گفتی که دو تا عمل واژن داشتی، یکی روده ای یکی پوستی. اولش روده ای بود یا پوستی بود؟ سلام کیان جان. اول پوستی بود. اول پوستی بود. خب اوکی اول پوستی بود. معمولا اول فکر میکنم روده ای انجام میدن بعد پوستی، نه یا نه؟ اول پوستی بعد روده ای. خب پوستی با روده ای چه فرقی داره به این بگو؟ گفتم دیگه اسمم روده ای بیشتر به خاطر عمقه، که عمق بیشتری بره داخل.
داخل بیشتر بره. آیا میخوام ازت سوال کنم، پسرایی که تغییر جنسیت و دختر میشن، یعنی مثل خانوم ها مثلا محدودیت دارن عمقشون، یعنی تا چقدر میتونه مثلا کیر بره داخلش؟ شاید اگه خیلی خوب باشه 20 سانت. تا خیلی خوب باشه 20 سانت میره. بعد اینی آخرم داره؟ آخرش بومبست. یعنی آخرش بومبست هم داره؟ یعنی تا حالا موردی داشتیم که مثلا طرف بزنه و از اون جلوتر نره؟ آره. آره. خب اوکی، بعد روده‌ای، عمل روده‌ای اینه که بازتر میشه، یعنی تا عمقش بیشتر میشه طرف تا جایی که میتونه بزنه. آره دیگه، عمل روده داخل روده است. داخل روده است. بعد پوستی چی؟ پوستی چه فرق داره؟ عمقش کمتره؟ عمقش 7 سانت 6-7 سانت باشه. 6 سانت. خب پس تو اول عمل پوستی کردی، امتحان کردی دی؟ بعد از دو سال. یعنی تو تا دو سال فقط 7 سانت جا میکردی؟ آره. این فقط دنبال سایزه پرستش، یه چیزی ببین خوشحال شه. خب نه، خب میخوام بدونم که خب یه کسی که مثلا عمل پوستی کرده و واقعا 7 سانت داخلش جا میشه؟ آره. اوکی 7 سانت جا میشه. بعد اینکه بعد عمل روده ای که انجام میدی دیگه عمقش بازتر میشه و بعد میتونی سایزای بزرگتری برداری. آره. بعد که میگم عمل روده، بعد عمل روده‌ای که انجام میدی بعد چیز میشه، عمق بیشتر میتونی سایز بزرگتری برداری. آره درسته. اوکی خب حالا به تو برمیگردیم، یکم از میکا جون سوال کنیم. میکا جون خودت چی مثلا بیشتر فاعلی یا گفتی مفعولی، کدومش چی؟ نه گفتم من بیشتر میل به مفعول ما نمیگیم، یا قانونیشو بخوام بگیم، چون ما کلمات عربی که به کار ما نمیاد. تو بریم مثلا توی کشور دیگه بگی من مفعولم، فکر میکنن تروریستی میریزن سرت میکشن. من باتم. وی یعنی مور بی. آره آره. یعنی اینکه تو بیشتر درک کردم. اوکی من به عامیانه بگم تو بیشتر میدی تقریبا. خب بعد میدی، وقتی که میدی تو چجوری ارضا میشی؟ همون که جرق میزنیم جواب میزنی. آیا برای گی های مثل شما راهی دیگه هم هست برای ارضا شدن؟ نمیدونم. هر کسی هر بدن و هر فیزیکی یه چیزی رو میپسنده. شاید یکی با یه فیلم دیدن خودش رو سبک کنه. نمیدونم چی بگم. نه موقع هنگام سکس میگم، یعنی وقتی یکی شما رو میکنه چه راههایی برای گی یا برای ارضا شدن هست؟ امکان نرمال ترینش همونه، یعنی یه جوری تایم ارضا شدنشون رو به هم میرسونن، میدونی؟ خب یک سوالی، وقتی که چرا وقتی که یک زن وقتی سکس میکنه اگر اشنب تا صوبم سکس کنه دوست داره ادامه بده، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، ولی چرا وقتی که یک گی یک ترنس کون میده وقتی آبش میاد دیگه کونش جمع میشه و دیگه دوست نداره ادامه بده؟ حسش میپره دیگه رسمن. آره چون اون حس هست دیگه، یعنی خب فیزیکال بدنه دیگه دقیقا، یعنی یه مرد طبیعتا خب هرمونای مردانش هم خودش کامل نمیتونه که تغییر. حتی مثلا پرستشان الان مثلا چنج کرده، آیا از نظر یک باروری میتونه مثل یک زن پا به پاش بره جلو؟ نه. یا حتی ارضا شدن، ببین نمیگه نمیخوام دوست ندارم، میگه با مثلا با مشکلم یا براش مهم دیگه نیست. حالا این ورم برعکس حساب کنی مثلا اون هورمونای مردانه بازم توی بدنت هست. خب ببین مثلا یکی که به ترنس نزدیکتره خب هورمون زنانش بیشتره، هیچ فرقی هم نمیکنه، حتی مرد طبیعی و نرمالش هم توی بدنش هورمون زنانه داره و بالعکس یه زن طبیعی هم توی بدنش هورمون مردونه رو داره. ولی احساس میکنم که یا به خاطر همین زده میشن یا کم میارن یا خسته میشن، چون که هورمون مردونه هنوزم غالبه در اوج اینکه داره مثلا ارضا میشه. ارضا میشه. و اینکه بهترین راه چیه؟ مثلا من خب خیلی دوست دارم که بعد از اینکه آبم اومد بتونم ادامه بدم، آیا راهی وجود داره؟ اون بستگی به قدرت خودت داره، تقویت بنیه جسمی داره دیگه. یه وقتی هست یکی میبینی سیر نمیشه، یکی هم هست میبینی نه یه هفته یه برنامه میره، یه پلن میره تا یه ماه دیگه هم نیازی نداره. درسته. چی میگی؟ آره
میکا جان، آیا به این اعتقاد داری که میگن برای گی ها و برای ترنس هایی که عمل نکردن که کیرخایشون رو دارن فقط کیرای موشکی میتونه ارضاشون کنه؟ اونم من پریروز کی بود تو لایو دیدم میگفتی من موشکی و اینا، چقدر من خندیدم، خدا نکشتت. نه نمیدونم، یه وقت یکی به قول تو داشتی توضیح میدادی، یکی قارچه، نمیدونم داشتی واسه من سالاد درست میگه، یکی شکل خیار، یکی گوجه است. آره آره نمیشه بگی، ولی خب مهمترین حال ببین، تو 100 تا پوزیشن داره آدم مثلا، خب وقتی بله از توی پوزیشن میبینی نقطه جی بیشتر تحریک میشه، یعنی یکی مثلا با خوابیدنه، یکی داگی میکنه، یکی مثلا سوه میده، یکی 69، اینا همش باعث میشه که چیز بشه دیگه. درسته، تو مثلا در موشکه بهت میرسه، یه وقت میگی موشکه موشکی فروت هم تو رو سیر نمیکنه، یعنی با یه فشنگ کوچولو هم جوابه. اینجوریه که فکر میکنم فیزیک بدنی، ولی خب تحت هر شرایطی نقطه جی حتی تو همه مردم هم هست دیگه، نمیشه منکرش بشی. درسته. حالا برمیگردیم شما پرستشان، شما مثلا برای یه پسری که میخواد عمل کنه دختر بشه چه عملهایی لازمه؟ خب سینه بعد بذاره بفرمایید، یعنی صورتش نه کل جز صورتش، بدنش میگم که مثل زن کامل بشه. به نظرم اولین مرحله لیزره، لیزر. صورت صاف داشته باشه اولین، به نظرم از عمل یعنی مهمترین چیزه دیگه اینجوری بگم. خب لیزر دیگه عمل بله دل بخواهی، دیگه یکی دوست داره نترال باشه، یکی دوست داره پلنگ باشه. مثلا نه منظورم از این بود که آیا مثلا بعد از اینکه تو مثلا میشه دوتا مثلا تو عملات یکی یکی انجام دادی، مثلا عمل پروتز سینه داری درسته؟ آره خب اینا داشتی، بعد این عمل واژن چند ساعت طول میکشه و قبلش چه مراقبت هایی میخواد و بعدش چه مراقبت هایی میخواد؟ حدودا 8 ساعت طول میکشه. 8 ساعت 8 ساعت اوکی. خب بعد قبل از عمل بعد چی کار کنی؟ کار خاصی هست بکنی؟ نه قبل از عمل یک شب قبلش بستری میشی بیمارستان، کاراتو بله میکنن، بعدش هم حدودا یه هفته 5 روز تا یه هفته بیمارستانی. یه هفته تا 5 روز بیمارستان هستین. خب بعد این بشنیدم که خیلی سخت عمل واژن درسته؟ ببین آره دیگه سخته دیگه. درد یکی از آره. عوارضش مثلا ممکنه تو کلام هر دو تاشون شکر، مثلا من چیزی که خب دوست ترنس زیاد دارم میبینم دیگه، مثلا ممکنه چون گوشته دیگه این جوش بخوره، یه چیزی هست نبش بگی دیلدو، بهش میگن دیلاته، بعد اینو مرتب انجام بدی با درد با خونریزی با اینا همه کنار بیای، تو تشت آب گرم بشینی مثلا اونجا رو گرم نگه داری تا بتونی دیلاته کنی تا بسته نشه، خب اینا همه میشه بگی عوارض دیگه. بله درسته. بعد میگم که پرستشان شما یعنی بعد از عملتون تا 6 ماه دیلدو استفاده میکردین؟ دیلدو بهش نمیگن، میگن دیلاته. دیلاته خب چه فرق داره، شبیه کیره دیگه. نه به اون حرمت، نه به اون لطافت، نه دیگه خب ببخشید دیگه، اون که شما میگید حکم کیرو داره دیگه، میکنید که داخلت بسته نشی دیگه. آره و چقدر خب اینو خب اوکی اینو تا چقدر بعد بعد عملت انجام بدی؟ تا 1 سال. تا 1 سال بعد، یعنی هر روز هفته 1 بار هر 2-3 روز چجوریه؟ هر روز باید آره. بعد چقدر بعد اینو بعد انجام بدی؟ من انجام ندادم بسته شدم، یعنی حوصله‌شو نداشتم. مثل گوشه آریان، گوشه تو وقتی سوراخ میکنی یا یه قسمت از بدن تو سوراخ میکنی، اگه چربش نکنی، اگه بهش رسیدگی نکنی، میبینی کیپ میشه. من اصلا یه بار لاله گوشم رو بستم زدم یه هفته مثلا، یه روز گوش، نصف روز اصلا بگو، گوشواره رو در آوردم گوشم بسته شد. اینم همونه. خب پس ببین سختی خودشو داره دیگه، این نمیشه. بعد تو فکر کن یکی از مهمترین عضوای بعد، مثل اینکه دستتو به قول پرستش قطع کنن، مثل اینکه انگشتتو قطع کنن، مطمئنا دردناکه، مطمئنا عوارض. فقط لازم نیست که مثلا یهویی بگی آره یه جام باد کرد، یه جام شل شد، یه جام صفر شد. خب این خودش بالاترین عوارض دیگه، دردی که داری میکشی به خاطر این عمل خودش خیلی سنگینه. درسته. خب بعد پرستش، خب تو که میگی مثلا من این کار انجام میدم بسته شد، بعدش چیکار کردی؟ بعدش دوباره عمل کردم دیگه.
ما به خاطری که بسته شد دوباره عمل کردی؟ آره. خب بعد از بعد عمل دوباره انجام دادی کار دیلدو رو؟ اون زیاد نیاز نیست، 4 ماه. 4 ماه. ولی پس خیلی سخت آدم 4 ماه هر روز چیزی رو بکنه داخل خودش. آره دیگه خیلی سخته. بعد اینکه خب بعد از اینکه عمل کردید، بعد چیز وقتی که خب یه آبی میخورید، آب میوه چیزی میخورید، چی وقتی که شاش میکنید اذیت نمیشید؟ سوند یعنی چی؟ سوند بهت وصله تا 10 روز سوند وصله، کلن چیزی که نمیتونی بخوری. سوند میدونی چیه؟ یه لوله یه که به لوله ادراری نصب میکنن و توی یه کیسه جدا مثلا میتونی تو دستشویی تو بکنی، تا این یه تایمی هست که اون مثلا به قول معروف بخیه ها جوش بخور و اینجور چیزا، تا درسته. به اون میگن سوند. بعد یه نفر مثلا میره عمل سنگ پروستال یا کلیه هم حتی میکنه، تا یه مدت بهش سوند وصله. یه مریضی که لازم تو جا مثلا استراحت مطلق کنه بهش سوند میزن. سوند یه نوع فضیله پزشکیه که کمک میکنه به دفع ادرارت که لازم نباشه خیلی رو خودت فشار بیاد. پرستشان، به نظر تو با این همه سختی که کشیدی، با این همه عمل، خب همه عمل ها عوارضای خودشو داره، به نظر تو حالا به نظر خودت فکر میکنی ارزششو داشت؟ برای کسی که واقعا دوست داره دختر شاره، برای من ارزش شده، چون برای شما ارزش، چون آرزو. آفرین. خب بعد درسته، موافقم. بعد بعضی موقع واقعا به خودت نمیگی کاش خب منم دختر به دنیا می اومدم، این همه سختی نمی کشیدم که به دختر مثلا برای اینکه بخوام یه دختر معمولی بشم این همه باید عمل کنم، ولی دخترای دیگر ببین خودشون سینه دارن، کس دارن، ظاهر دارن، همه چی دارن، ولی من تو یک جسم اشتباه به دنیا اومدم و الان باید این هم سختی بکشم تا به یه دختر برسم. هم فکر میکنی به این؟ آره همیشه فکر میکنم. چی با خود چجوری کنار میای با خودت؟ دوست داشتم یا پسر بودم، پسر واقعی یا دختر واقعی. خب وقتی که دوست داشتی مثلا یه پسر یه دختر واقعی باشی ولی نیستی و این همه سختی کشیدی، چجوری با خودت کنار میای و به زندگی ادامه میدی و به خودت انگیزه میدی؟ دیگه شاید به خاطر دردایی که کشیدم میگم کنار بیام. فقط درد فیزیکی نیست آریان، تو وقتی میخوای توی ایران مخصوصا وقتی میخوای از اونی که هستی حالا یا به اجبار یا به دید دیگران تغییر بکنی، باید با خیلی چیزا بجنگی، باید با خانوادت بجنگی، با خانواده پدرت، با خانواده مادرت، نمیدونم، باید با محل کارت، با اجتماعت، اینا خیلی سخته. فقط کاش فیزیک باشه، آدم درد رو میتونه تحمل کنه ولی روحش رو چیکار کنه؟ این خب پس تو ببین برای به دست آوردن اون حس یا اون شخصیت جدیدت باید از خیلی چیزای مهمتر از بدنت بگذری، اینه که دردناکه، وگرنه که خب آدم درد رو تحمل میکنه. خب منم میخوام همینو بگم، مثلا یه کسایی که مثل ما ستا که اینقدر درد کشیدیم، هم از درد عاطفی هم جسمی، چجوری با خودمون کنار بیم و چجوری به زندگیمون ادامه بدیم و خودمون اذیت نکنیم؟ جان با یکی از دوستان بودم، میگم مرسی هنا جون داشت حرف میزد. اوکی الان شما بگید، شما چجوری مثلا ماهی که مثل شما ماستا هستیم که هم از نظر روحی هم عاطفی هم جسمی همیشه درد کشیدیم، چجوری با خودمون کنار بیم و به زندگیمون ادامه بدیم؟ ببین یه چیز دیگه که خدا ما رو آفریده دیگه، باید کنار بیم. با دوست داری خودتو بکشی اصلا کنار رو. من دیدگاه دیگه دارم پرستش تو کلامه چه کرد. ببین من به جرات میتونم بگم خیلی از بچه های LGBTQ خیلی موفق تر از آدم های نرمال روی زمینن. من کم دکتر مهندس ندیدم تو خودمون. خب اینم برمیگرده به اینکه خیلی آدمایی که الان تو جامعه هستن خودشون رو همینطوری که هستن قبول ندارن، نمیتونن خودشون رو. این که خودتو بپذیری این خودش بزرگترین کمکه برای اینکه به هدفت فکر کنی، به هدفتی که انتخاب کردی ادامه بدی. این خیلی قشنگه به نظر من. خب پس ما جنگیدیم به خاطرش و اون چیزی که به دست آوردیم برامون تا ابد با ارزشه. بذار باقی هر چی میخوام بگم، بذار هر کامنتی میخواد بیاد تو زندگی واقعی، یا من به کامنت پایین مثلا هیچ وقت توجه نمیکنم. تو ریاکشن خودتو داری، تو خودت که به خودت کمک میکنی، تو از خودت راضی باشی، بذار باقی هر چی میخوام بگم. چون لق مردم، اونا به جای تو زندگی نمیکنن، اونا به جای تو فکر نمیکنن، اونا به جای تو درد نمیکشن، اونا به جای تو روح ندارن، جسم ندارن. هر کسی داره ولی نه اندازه که تو. به قول معروف میگن پاتو تو کفش یه نفر بکن، اون راهو برو بعد قضاوتش بکن. بیشترین دردی که شاید
جامعه اقلیتی که ما داریم توش هستیم میکشیم، این قضاوت های احمقانه است، این قضاوت های نابجاست. اینکه آقا تو مگه توی که مثلا یه آقای کاملی یا شما که یه خانم کاملی، کسی به خودش اجازه میده بگه وای پس ما بیایم بگیم آره منم مثلا یه لزبی هم میبینم چندش هم میشه، یا من ببینم یه زن و مرد با هم چندش هم میشه؟ این حق ندارم. اگه ماها یاد بگیریم همون چیزی که هستیم رو باور داشته باشیم و به عقاید دیگه و به افکار دیگه هم احترام بذاریم، میشه یک انسان کامل. من مطمئنم بیشتر بچهای ترنس، بچهای گی یا هر هم دگر باشا در کد، آدمای خیلی کاملتر و پخته ترین، چون ریاضتی که ما داریم میکشیم بابت حسمون خیلی قشنگتر از آدمای نرمالیه. ببین مثلا میخوام بهت بگم، ساده ترش کنم، یه نفر معتاد میشه و خودش رو ترک میده. هیچ وقت یک آدم کامل ممکنه مثل اون قوی نباشه. شاید اگه اون آدم نرمال به اون شرایط برسه هیچ وقت نتونه ترک کنه. پس این ستودنیه. پس ما هم نمیتونیم بگیم ما اعتیاد داریم، ما یه چیزی درگیرشیم، ولی برای رسیدن به اون نقطه تعالی خیلی زحمت کشیدیم. از خانواده بگذر، از جامعه بگذر، از کارت بگذر. ببین من شخصی یه زمانی بود جمع کردم پاشدم رفتم ترکیه، زمانی که ترامپ اومد گفت هیچ کشوری مثلا این هفته کشور نتونن بیان آمریکا. خب ما کم مثل من نبودن، هنوزم هستن دوستای من تو ترکیه، باهاشون در ارتباطم، کانکتن و پشت مرزا موندن، یا هر کشور دیگه که کشور سوم حساب میشه. گرفتیم منظورم چی میشه؟ به نظر من این که خودتو بپذیری خودش بالاترین دوا و درمونه برای اینکه به راحت ادامه بدی. دیگه به نظر من چیزی نمیرسه به ذهنم بخوام تو کاملش کنم. ساده پرستشان اگه الان با این همه عمل کردی و اوکی مثلا اگر دوباره برگردی به گذشته بازم همین کارا رو انجام میدی یا نه؟ آره 100%، 100% انجام میدی. اگر یه فرصت داشته باشی هم که دوباره به دنیا بیای، دوست داری یه دختر باشی یا پسر باشی؟ هیچ کدومش هیچ فرقی نداره، فقط یک دونش باشم. یه دونه مثلا یه دوست داشتی یا پسر باشی یه دختر، دوست نداشتی جنس سوم باشی، جنس سوم باشی. بعد اینکه الان چی، الان که چنج کردی رفتار فامیل چطوره، جامعه چطوره و خانواده چطوره؟ الان تنگیر و سنسالی میکسره دیگه، و همه همشون اوکی شدن. یعنی من تو فامیل عروس همه جا میرم. همه جا میری الان مثلا مجلس میری، میری سمت خانوما درسته؟ آره. سمت خانوما میری و اینکه همه باید اوکی هم پذیرفتنت و هیچ مشکلی ندارن. یعنی به نظر تو همه یه ترنس های عزیزی دیگه هم که مثلا اگه چنج کنن به نظر تو خانواده ها میپذیرن؟ نه خیلی ها. من الان دوستای زیادی دارم، خانواده هاشون هنوز عمل کردن قبولشون نکردن. آره متاسفانه ترد میشن. کیانا میتونی بیاری بالا؟ چون من پیج خودم آوردم بالا، به خاطر همین نمیتونم دو نفر آوردم، بعد یکی بره پایین دوتا رو با هم بیارم. و اینکه نماری انجام ببخش بفهم از دختر نه تو نمیدونم چیه هزینه پروتز، خانم معرفی هزینه پروتز به پول اونجا چقدر شده؟ من عملم شما یه خونه 100 متری تو نیاوران. جدی میگی؟ جدی. آره مثلا چقدر شده؟ خب همون دیگه، چون شما یک خونه 100 متری تو نیاوران، یه آمار بگی ببین چقدر میشه. و عمل سینه پس خیلی کار کردی. خیلی کار کردم، هنوزم مونده، خیلی کار کردم. درسته. چیز پرستشان یعنی میخوام اینو بهت بگم که مثلا وقتی که قبل از اینکه عمل نکرده بودی خانواده قبولت نداشتن، بعد اینکه عمل کردی خانواده تو رو قبول داشتن، چه فرقی داشت برای اونا؟ وقتی ازش میپرسی میگی وقتی که من پسر بودم من قبول نداشتم، ولی وقتی الان دختر شدم قبول داری، چی میگن؟ یه چیزی بهت بگم، هیچ کس به غیر از خود ماها نمیتونه ماها رو قبول کنه. خب اگه شخصا خانواده من منو قبول کردن، اونا منو ببخشید، با اینکه مامانم منو خیلی دوست داره، پدرم دوست داره، خواهرام دوست دارن، داداشم منو دوست داره، خیلی برام احترام میذارن، اونا شاید منو دارن تحمل میکنن، تحمل میکنن، منو ته 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 نمیتونن قبول، نه که بگم با من بد رفت، اینا اصلا
جدا خیلی با من خوبن، اسم دخترانه منو میگن، اصلا اسم قدیممو نمیگن اینا هم، ولی دارن قبول، یعنی تحمل میکنن. چجوری بهت بگم، ماهاییم که فقط همدیگر رو میدونیم چیم، تو الان میدونی من چیم و من و میدونم تو داره درون من چی میگذره، میدونی چی میگم. خانواده های ماها خانواده های ماها صرفا فقط دارن ما رو تحمل میکنن. چیزه، شما به عنوان یه پسری که عمل کردی و دختر شدی، برای مردم جامعه چه گفتنی داری؟ دوست داری که با خانواده LGBT چجوری رفتار کنن وقتی در خیابان ها میبینن؟ یکم فرهنگشون رو ببرن بالا. ما ناخودآگاه اینجوری نشدیم، مشکل ذهنی داریم، مشکل جسمی که نمیتونم بگم، مشکل جسمی، مشکل ذهنی. بله خب اوکی، از خب تجربه خیلی سختی داشتی، خیلی زحمت کشیدی، و اگر بخوای که در آینده خودت بخوای به ترنسا کمک کنی، به نظرت بهترین کمک برای ترنسا و گی ها و لزبیان های عزیز در ایران چیه؟ من شخصا خودم واقعا اگه اونقدی پول داشته باشم، دوست دارم یک مکان خیلی بزرگ بزنم. خانه امن. آفرین، خانه امن و پناه بدم. خانه امنی. از شما به عنوان یک ترنس موفق، از دولت چه درخواستی دارید برای ما اقلیت ها چی کار باید بکنه، چه قانونی رو باید بذاره، چه حمایتی باید ما رو بکنه؟ اولین حمایتی که ما نیاز داریم چیه؟ ببین الان عمل تو ایران شده حدود 50 میلیون. خب الان شده حدود بعد حداقل وقتی موقعی که میری عمل میگم بهزیستی بهت پول عمل میده، نمیدونم کاراتو. حالا یکی مثل من خدا رو شکر داشت خانوادش بهش داد، تموم شد رفت. ولی واقعا یک کسایی که شهرستانی هن ندارن، بعد خدا 50 میلیون باید اوکی کنه. من دوست دارم واقعا، چون این مثلا میگم بهزیستی کمک میکنه، در صورت که اینقدر باید دوندگی کنی بری اونور اینور، نمیدونم با بلنشی بری این کار اون کارو بکنی، تهش دیگه اونم بدن 10 میلیونه، بازم 50 میلیون نمیدن. حداقل یه هزینه رو در نظر بگیره دولت که یه مقدار پول عمل زیبایی ها رو بده، و اینکه پول عمل رو دیگه واقعا... خب ببین، به نظر من این اشتباس، همینجوری که خودت میگه الان مثلا عمل 50 میلیونه، طرف 40 سال زندگی کرده، کسشو کرده، بچهشو داره، عروسشو داره، میره سری لیزر میکنه، میره کس میذاره که خب 40 سال 10 سال دیگه هم که زنده است کون بده. خب اگر الان دولت بیاد بخواد خب عمل زیبایی ها رو بده، لیزر رو رایگان کنه، همه مردای ایران میرن کون میدن دیگه. واسه همه که نه، واسه واقعا ندارن. الان یکی که واقعا شهرستانی باشه پول عمل از کجا بیاره؟ درسته. و یه سوالی، آیا شماهای مثل افرادی که مثل شما پسر بودن و چنج کردن دختر شدن، آیا دوست دارن پنهان کنن اینو؟ دوست از نظر واقعی تو بگو، میخوام دوست دارن واقعا شما دوست دارید شما رو کسی نفهمه که شما پسر بودید عمل کردید؟ ببین خدا رو شکر، خدا رو شکر من تا حالا کسی نمسخرم کرده. اگرم فهمیده گفته انقدر کیوت و خوبی که هیت حرفی ندارم بگم، حتی گفتن از دختر خیلی بهتری. 100% for sure، خیلی زیبا هستی، بدنت خیلی خوبه، همه چی خدا ببخشه برای پدر مادرت و شوهرت. ولی یه سوال من این نبود، سوال من اینه، آیا انز کلا شما فکر کن از دخترم بهتری، همه چی بهت گفتن، کیوت، هنسوم، همه چی، حس خودت چیه؟ دوست داری که تو بعد اینکه عمل کردی هم اصلا دوست نداری به گذشت برگردی، یا اوکیه، یا مثلا بگی که آره من پسر بودم دختر شدم یا هر چیز؟ نه اگه کسی بفهمه عیبی ندارم، چون چیزی هم که هستم. خب پس مشکلی نداری. و اینکه افتخار میکنم، اینم افتخار میکنی که پسر بودی و دختر شدی. و اینکه میکا جون، تو چه آیندت، چه برنامه‌ای داری؟ من به همینی که هستم به قول پرستش افتخار میکنم، از بابت گرایشم هیچ نقطه ضعفی تو خودم نمیبینم به هیچ عنوان، و
و منم به نوبه خودم همیشه دوست داشتم ساپورت کنم بچه ها رو، حتی اگه مثلا از نظر مادی نتونم ولی حداقل از نظر معنوی میتونم آرومشون کنم. ما اقلیتیم، ما میتونیم برای خودمون خانواده باشیم، ما میتونیم برای هم خواهر باشیم، میتونیم برای هم برادر باشیم، میتونیم برای هم پدر باشیم، هر چیزی فرق نمیکنه. ببین ما فقط باید اینو جنسیت و فاکتور بگیریم. خب بگم مثلا من چون گیم باید حتما مثل یه مرد باشم، یا مثلا پرستش اگه یه ترنسه حتما باید مثل یه زن باشه. اگه جنسیت و فاکتور بگیری، انسانیت رو بیاری بالا، دیگه چه مشکلی هست؟ پس ما خب یه سوالی دارم جان. بله یک سوال میپرسم واقعا راستشو بگو، توی زندگیت کیر چقدر داره؟ 10%. جدی؟ آره ببین، خب یه چیزی رو من اینجا باید بهت بگم. بعضیا فکر میکنن اگه تو یک گرایش متفاوت باشی یه ابزاری، این کاملا اشتباهه. خب وقتی یه زن با یه شوهر ازدواج میکنه، یه مرد با یه خانم ازدواج میکنه، درسته شاید لابلاش لایی بکشه، تنوع داشته باشه، ولی ته تهش همون یه نفر رو میپرسته، با همون یه نفر خو میکنه، با همون یه نفر عادت میکنه. خب خیلی از بچه‌ها فکر میکنن اگه تو گی، خب پس یه ابزاری، باید راه بری بدی، راه بری بکنی، راه بری مثلا فلان. نه، خیلی از بچهای ما هستن که تو همین ایران زندگی های سفید و پاکی دارن و مدت های خیلی مدیدی 8 سال 9 سال با همن، با این همه شرایط سختی که هست، یعنی مثلا جامعه منظورم. پس نمیشه توصیف کرد یا مثلا با این بگیم که آره اون بعد فیزیکی مطرحه. ابدا، ماها هممون پرستش حرف قشنگ زد، نمیشه بهش بگی مریضی، این خلای عاطفی هم نمیشه. یه حس خیلی قشنگی داریم که دوست داریم برای یه نفر خرج کنیم. یه وقتی هست مثلا تو با یه نفر ریل میزنی، شاید دیدگاه جامعه اون طرف خز باشه، خیل باشه، لات باشه، جک باشه، جواد باشه، چیزایی که ما میگیم، ولی تو اونو دوستش داری و دیگه تو چشتو رو همه چی میبندی، از اون به خاطر همه چی میگذاری. من خودم شخصا تو زندگیم دنبال رابطه طولانی مدت بودم و تا اونجایی که تونستم با یه نفر بودم، نه اینکه بخوام دنبال تنوع باشم. برای همین میگم اون 10% برای من درسته. بعد اگر به یه سوالی واقعا چیز کن صادقانه بهم جواب بده، الان 28 سالت، 2 سال دیگه 30 سالت شد و با جسم پسرونه اگه هیچکی نکرده، آیا تو هم دوست داری سینه بذاری که کیفیت بیشتر بشه یا نه؟ نه. من به خاطر این حسم با خیلی چیزا جنگیدم. من الان شغل دارم، دارم کار میکنم تو اجتماع، گفتم دو تا شخصیت متفاوت از خودم دارم بروز میدم، شاید الان خیلی ها اون شخصیت واقعی منم ببینن، اصلا برام مهم نیست دیگه، نمیخوام بسته باشه، نمیخوام پنهان باشه. عزیزم خیلی ها میدونن بروت نمیارن، خیلی ها نمیدونن براشون سواله، ولی من اینی که هستم واقعا دوست دارم و دلیل نمیبینم که برای دیدگاه دیگران بخوام. اگه پرستشم این کارو کرده، من مطمئنم برای دید باقی نرفته این کارو بکنه، میل باطنیش بوده، علاقش بوده، دوست داشته، مثلا دلش میخواسته دختر باشه. پس من 100% با تمام وجودم، با تمام صداقتم میگم که نه، من نیازی به تغییر جنسیت نمیبینم. تا اون ببین مثلا تو نمیتونی به یه پیرمرد 70 ساله بگی هنوزم دلت میخواد مثلا خانومتو فلان کنی، شل کنی، یا یه زنی که یا است میشه بگی تو هنوزم میل. ببین اون حسه یه حس جسمیه، اگه آدم روحش رو به تعالی برسونه اون مهمه، اون قشنگه. من اینو دارم میگم، اون برای کاری بکن که دلت آروم باشه، کاری بکن که خودت از خودت راضی باشی. پس من شخصا فاکتور میگیرم این چیزو که بخوام نه برای دارم اینو بذارم که بقیه توجه داشته باشن. نه خب من میتونم با کار کردنم، با پیشرفتم، با موفقیتم، با انسان مداریم، با حمایت از خانوادم نظر بقیه رو جلب کنم. چرا بخوام برای دیده بقیه زندگی کنم؟ اگه اینجوری بود پس ما باید میشستیم یکی یکی این کامنت ها رو میخوندیم، از هم میپاشیدیم. میفهمی چی میگم؟ پس دیده بقیه برای خودشونه، افکار بقیه برای خودشونه، مهم اینه که خودت از خودت راضی باشی. بله درسته، ممنون بابت صحبت های قشنگت. خب زنده باشید. و یه سوال آخرم از پرستش بپرسم و لایو رو ببندیم چون داره تموم میشه. پرستش حرف آخرت برای مردم عزیز ایران چیه و دوست داری چجوری با برای خانواده ها چیه که فرزندان ترنس دارن؟ بفرمایید. من همین دیگه، نظر خاصی ندارم، نظر اینکه فرهنگتون رو ببریم بالاتر، ده سومی نباشین و اینکه به خانواده ها میگم که بچه های عزیزتون رو ترک نکنید، ترد نکنید. میکا جون شما برای یه جا برای پدر مادرهایی که فرزند ترنس دارن و برای جامعه چه گفتنی دارید؟
جامعه به هر حال یه روزی مجبوره که بپذیره که ما هم هستیم، خب چه دیر یا زود، حتی دولت ها فرقی نمیکنه، اینا رو نمیتونن منکر باشن. از بعد به تاریخ آدمایی با گرایش های مختلف بودن تا همین الان و تو آینده ما ها هستیم. اونا خودشونو زج میدن، جامعه خودشو اذیت میکنه، جامعه عقده های درونی خودشو با تمسخر دیگران بروز میده. گرفتی چی میگم؟ خب این از جامعه. و به قول پرستش، چرا وقتی که تو اصلا تو جامعه نباش، اگه خانواده واقعا درک کنه، واقعا بتونه بپذیره بچه ترنسشو، این بزرگترین ساپورته. اون دیگه نیازی حتی لازم نیست شاید بخواد بره به تنفروشی بیفته یا بخواد بیزینس کنه که یه چیزی به دست بیاره. پس مهمترین چیزی اینه که اگه کسی هم اینجا هست که ترنس و خانوادش در جریان نیستن، یه روز همتش رو به قول معروف جمع کنه، دلش رو قوی کنه، بره جلو، بگه من اینم، من این حس رو دارم، و بجنگه واسه این حسی که داره. این بهترین پیشنهادی که من به نظر خودم، به ایده خودم میتونم بگم. درسته. اوکی میکا جون، پرستشون، مرسی که مهمان من بودید، مرسی که وقتتون رو گذاشتید، مرسی که تجربیات قشنگتون رو با من و بچه های عزیز، مردم عزیز ایران شیر کردید، و امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک، خب واقعا به نظر من مردم عزیز ایران این زمینه رو دارن که درک و شعورشون خیلی بالاست و اینو درک میکنن، و دوست دارم که روز به روز حتی اگه یک نفر از لایوهای ما بتونه درک کنه ماها رو، و همین برای من کافیه. مرسی که بودید بچه، تا دوشنبه هفته بعد، دوشنبه شراب داغ دیگه، همه تونو به الله پاک میسپارم. مرسی که بودید آریان جون، خدافظ. با امیدی که هیچ وقت هیچ گی هیچ ترنسی هیچ جای دنیا تنها نباشه. خدافظ. الله خدا نگهدار.